از معرفی پرمهر خانم آن لینده، وزیر محترم امور خارجه سوئد، بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، حضور در جمع خانواده رایت لایولیهود برای من افتخار بزرگی است. می‌خواهم در این فرصت از بنیاد برای بینش، عشق و دوستی که در کار شما تجلی می‌کند تشکر کنم. مفتخرم که در مراسمی شرکت می‌کنم که اکنون یک سنت گشته و انسانیت مشترک ما را تأیید کرده و آن را غنی می‌کند. حقیقتاً حضور پرمهر شما برایم تداعی سخن سعدی، شاعر بزرگ قرن 13 میلادی است. سخنانی که به دیوارهای سازمان ملل زینت بخشیده و تجلی اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. در روزهای سخت اعتصاب غذا در زندان و افزایش فشارهای غذایی بر خانواده ام، از طریق همسرم رضا خندان مطلع شدم که جایزه نوبل آلترناتیو به من و 3 تن از فعالان مدنی از کشورهای دیگر تعلق گرفته است. قطعا افتخار بزرگی بود که من یکی از برندگان این جایزه باشم و البته در آن شرایط سخت انرژی دوباره‌ای برای ادامه راه برای من و خانواده ام فراهم می کرد. در این حال در اکتبر سال جاری و همزمان با 25 سالگرد تصویب به اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تلاش‌های زیادی در جهت همبستگی زنان دنیا در حمایت از این جانب به عمل آمد. از این بابت نیز من از حمایت‌های بی‌دریغی برخوردار بودم که جایگاه خاص خود را داشته است و بنیاد شما در ایجاد آن همبستگی به طور برجسته عمل کرده بود. تردید ندارم گشایش‌های قضایی که منجر به مرخصی درمانی این جانب گردید نتیجه همین همبستگی و دوستی عمیق بوده است. در طی سال‌های حبسم که صرفاً بابت انجام وظایف حرفه‌ای‌ام بوده است، افکار عمومی و نهادهایی چون بنیاد شما حمایت‌های گسترده‌ای را از من به عمل آوردند. این حمایت‌های بی‌سابقه جهانی مرا از هر توضیحی به فرزندانم که از خردسالی شاهد زندانی شدن مادرشان بوده‌اند بی‌نیاز می‌کند. من به عنوان کسی که همواره رویای شهروند بودن، برابر بودن و برخوردار از حق بودن را با خود حمل کرده است، به قدرت و امنیت شما به عنوان شهروندان جامعه دیگر قبطه می خورم. اما این را می دانم که جامعه شما نیز در مسیری پرپیچ و خم راه خود را به سوی دموکراسی گشوده است و به پاسداری هر روزه از دموکراسی پرداخته است که بسیار ارزشمند است. از این بابت جامعه مدنی ایران نیز به عنوان قسمتی از کره زمین که می خواهد این قسمت از جهان را با تکیه بر ارزش‌های مشترک بشریت قابل زیست کند، طی سالهای طولانی و با مسالمت‌آمیزترین قدم‌ها راه دشوار دستیابی به دموکراسی را می‌پیماید. زیرا ایرانیان نیز مثل همه جای دنیا می‌خواهند با آرامش، عدالت و آزادی زندگی کنند و البته جامعه وکالت هم در این میان نقش خود را ایفا می‌نماید. ضمن این که من از افتخار پیوستن به کانون بسیاری از برندگان برجسته‌ای که این جایزه را دریافت کرده اند سپاسگزارم، مایلم توجه شما را به اوضاع و احوال همه زندانیان سیاسی در ایران جلب کرده و از شما بخواهم که با ما برای سلامتی و رهایی آنها هم صدا باشید.
مراتب سپاس و قدردانی خود را به اوله فون اکسول، مدیر محترم بنیاد رایت لایولیهود و اعضای محترم هیئت امنا و قضات عالی قدر تقدیم می دارم که و مراتب تبریک خود را خدمت سه برنده دیگر این جایزه، لوتی کانینگ هامرن، برایان استیونسون و آلکس بیالیاتسکی اعلام می دارم. شک ندارم که این تلاش های مشترک در جهت ایجاد دنیایی بهتر تأثیر گذار می باشند. با تقدیم بهترین احترامات، نسرین ستوده، 3 دسامبر 2020، ایران، تهران.